بنا به آمارهای رسمی مقامات بهداشتی ایران، روز گذشته اولین روز اسفند ماه مرگ‌های کرونایی در این کشور 240 تن بوده است. البته از ابتدای آغاز کرونا در ایران همواره بر درستی آمارهای دولتی ابهامات زیادی وارد بوده. به هر حال باز هم تمام شهرهای ایران قرمز و زرد و نارنجی است و همین دیروز بر اساس آمارهای رسمی بیش از 16,000 مورد جدید در کشور شناسایی شده. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، تعداد فوتی‌های کرونا در عرض یک ماه 12 برابر شده، چرا؟ با درود خدمت شما و همراهان گرامی، به هر حال اینا دقیقا مطابق پیشبینی هایی بود که همه کارشناسان انجام میدادن و روند بیماری داشت نشون میداد. متاسفانه هیچ اقدامی برای اینکه قرار بر این باشه که آمار رو کم بکنن، تعداد فوتی ها یا تعداد مبتلایان کم بشه رو انجام ندادن. دو تا عاملی که یکی واکسیناسیون و یکی ملاحظات و رعایت پروتکل های عمومی هست، هیچ کدوم اینها حتی به صورت سوری و روی کاغذ هم دیگه در مورد این مورد اخیر و موج ششم اجرا نشد. حتی وزیر بهداشت گفت اصلا نیازی به دادن تست نیست و شما خب مشخص هست مبتلا هستید. به همین دلیل من در تایید فرمایشات شما عرض بکنم که واقعا آماری که دارن اعلام میکنن یک در واقع یه که یخ روی آب هست و اون میزان زیادش زیر آب هست که ما ازش خبر نداریم، به دلیل اینکه حتی به توصیه خود وزارت بهداشت تصمیم بر این گرفته شده که تست زیادی برای تشخیص بیماران و مبتلایان جدید یا مرگ و میرهای ناشی از کرونا انجام نشه. به همین دلیل وقتی که به هر حال جامعه به حال خودش رها شده و این پاندمی و مقابله با اون به حال خودش راه شده، ما میبینیم که همچنان مرگ‌های سرغمی بعد از 2 یا 3 هفته‌ای که ما کاهش آمار رو داشتیم باز هم داریم و متاسفانه این روزها این تعداد مرگ و میر غیر قابل قبول هست. آیه دکتر، همطور که شما هم گفتین، فکر میکنم برای مهر ماه بود که آمار مرگ و میر از 200 تن بالاتر رفته بود. اشاره کردین به پروتکل ها و اشاره کردین که جامعه به حال خودش رها شده. به غیر از اینکه به هر حال دولت کمکاری میکنه، آمارها رو اعلام نمیکنه، محدودیت جدی نمیذاره، بحث واکسن همچنان مطرحه، اما به غیر از اون خود مردم هم نه تنها پروتکل ها رعایت نمی کنن که تصور عمومی هم که از این اومیکرون دارن اینه که برخلاف دلتا کشنده نیست و یک سرماخوردگی ساده است. این باور تا چه حد به حقیقت نزدیک آقای دکتر؟ بله دقیقا این اتفاقی که داره الان میفته یه مقدارش ناشی از ساده انگاری و خسته شدن مردم از اجرای پروتکل هاست. خب از یک جهت این مسئله به هر حال خسته شدن مردم در ادامه این پروسه طولانی کرونا که نزدیک به 2 سال الان طول کشیده، به هر حال نیاز به این داره که دولت بخواد بیشتر وارد عمل بشه. ولی واقعیت این هست که اومیکرون همچنان میتونه عوارض زیادی داشته باشه، به خصوص در جامعه ایران با وضعیت واکسیناسیونی که وجود داره، به دلیل اینکه اون 2 دوز واکسن سینوفارمی که الان اکثریت مردم ایران ازش استفاده کردن در مقابل اومیکرون تقریبا بی اثر هست. و از طرفی اومیکرونی که درسته میتونه عوارض کمتری داشته باشه، اما به دلیل اینکه تعداد مبتلایان بسیار بسیار بالا هست، باز هم در نهایت خروجی اون رو داریم میبینیم که مرگ‌های سرغمی، میزان بستری‌هایی که ما الان داریم میبینیم و بیش از 4 یا 5 هزار نفر در ICUهای ایران بستری هستن، همه اینها نشون دهنده این هست که علی‌رغم اینکه به نظر میرسه اومیکرون از سویه‌های قبلی یه مقدار عوارض کمتری داشته باشه، ولی باز هم در نهایت تعداد مبتلایان و مرگ و میرها بسیار بالاست. آی دکتر، به ICU اشاره کردید، خبرها حکایت از این داره که در ICU کودکان هم بستری شدن. در حقیقت اومیکرون این بار یکی از هدفهاش کودکان بودند. چه باید کرد اونها که به هر حال پروتکل نمیتونن رعایت کنن، فاصله اجتماعی رو نمیتونن رعایت کنن، چه باید کرد؟ بله دقیقا موضوع خوبی رو اشاره فرمودید. اون چه مهم هست، کودکان به دلیل اینکه در مقابل این سویه حتی با واکسیناسیون اولیه رو هم نداشتن و ما واکسنی برای این گروه های سنی نداشتیم، در نتیجه در معرض بیشتری در عوارض اون هستن. به همین دلیل تنها راهش این هست که کودکان رو از آوردن کودکان در مجامع عمومی و جمعیت ها و تجمع هایی که لازم نیست واقعا پرهیز بشه و در این زمان تجمع های خانوادگی که با حضور کودکان برگزار میشه اصلا ضرورتی نداره و اگر چند ماهی صبر بکنن این خودش میره به سمتی که انشالله به سمت کنترل بیشتر بیماری و
به عوارض کمتر در کودکان بریم. کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. سلامت باشید.